بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء أن عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وانعم وبارك <applause> على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقره عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه إرغاما لمن سب وشتم ورفض. اللهم عليك بالرافضه السبابين الشتامين شتت شملهم مزق جمعهم ازل دولهم واجعلهم احاديث ومزقهم شر تمزيق وارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا كافيا كل شيء ولا يكفي عنه شيء اكفنا من هموم الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير وبحمد وسپاس وستایش بیهات وخدموند متعال و با درود بی پایان با بر حضرت ختمی مرتبت عليه الصلاة والسلام و على آله و الكرام الکرام و با ارزه سلام و ادب به شما در سراسر از مؤمنان و صالحان و حقجویان و مرسفان از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتتون می باشم اون که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح خیش قبل از دیگران مفید است خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند در شر بهترین سخن رسیدیم به آیه شریفه 87 که امروز جلسه دوم را روی این آیه میگذرانیم این آیه ما بعدش را بشنویم بعد از اون ترجمه شعری با تفسیر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم بداديم سب المثاني ترى كتابي قرآن عظيم و سزا هاني جهاني بود در... متاع جهاني بودر در گزر. بکن چش پوشی از این ره بدادیم بر کافران رایگان که گردند این گونه تا امتحان تا اندر تا اندوه اینان مخور ای نبی نوفتی ز غصه به تاب و طبی که با حسن خلقی که دادت خدا به دین خوب رویی که کردت عطا به این حکمت خیش دور از جدال همه مؤمنان گیر درزير باول ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم معبت او هي مكرر يا سوريا فاتهي وقران عظيم واتاك این که سبول چیه؟ جمهور فقها ها بر که فاتحه قطور فاتحه بعضی از اهل علم میگند که نه همه قرآنه بعضی از اهل علم میگند که همه کتب الهی است در, در تایید این معنا این آیه هست که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابه مثانیه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد خدا من أحسن الحديث را بهتين سخن را في كتاب باشي آيات متشابه درش هست وشباهات در بين التوراة وقرآن انجیل و قرآن هست تخشعر رو منها جلود الذین یخشون ربهم کسانی که خدا ترسند پوستشون از بیمین آیات میترسی. دوباره با اینکه قلبشون یاد خدا میکنه پوستشون دلهاشون نرم میشه یاد خدا نه یاد ابوالفضل نه یاد علی نه یاد عیسی نه یاد هیچ مخلوق موحدان یاد خدا میکنند مشرکان از غیر خدا مدد میجویند شما اختیار دارید در صف کی وایستید مشرکانی که نام پاکان را بهانه کردند و دین خدا را به شرک مبدل کردند که سردسته این مشرکان راپزیان امام تراش فریب ذالک هد الله این هدایت خداوند است هر کسی رو که بخواهد به هدایتش هدایت میکند کسی را خدا من هدایت نکند تو گم، گمراهش کند تو نمیتونی هدایتش کنه. پس اینجا مسانی همه قرآن کریمه چرا قرآن کریم مسانی نمیده شده مکرر برکه مسانی جمع مسنایه مسنا مصنع از سنیه از اسنینه هم به عدد اشاره میکنه هم به تکرار یا به عدد یا به مجرد مطلق تکرار معنی تکرار در قرآن کریم چیه؟ کتاب خداوند برای هدایته بر اینکه حقایق و توضیح بده بر این حقایق معانیش در افکار مرسخ و محکم بشه بر انسان ازش پند بگیره بر اینکه باش هدایت بشه چه باسا که یک معنا در مواضع متعدد بر حسب ظروف تکرار بشه و این صفت قرآن کریمه یک معنا رو در مواضع متعدد تکرار میکنه با زاویه های متعدد مثلا قصه حضرت موسی علیه و نبی صلی و سلام در قرآن 17 بار تکرار شده معنی عدیدهی داره در موازی متعدد برکت تکرار در قرآن کریم هدفش یک هدف تربیتی است بعضی ممکن این فکر کنند خب چرا قرآن موضوعی تعریف نشده آیات تشریعیش در یک مکان باشه آیات داستان ها در یک مکان آیات بهشت و دوزخ در یک مکان این یه نظر سطحیه نظر ساده بلکه قرآن کتاب علوم و تجربی نیست نیاز به تبویب و نیاز به فصل و نیاز به وضوع بندی داشته باشه بلکه کتاب با نفس انسان سر کار داره با روح انسان سر کار داره کتاب هدایته و بر اصلاح نفس بشری آیاتی میاد عظمت خلقت خداوندو رو میده آیاتی میاد شرح موحدان و شرح خداشناسان رو بهشون تذکر میده که چطوری خداوند اونها رو در دنیا مکرم کرده چطوری اونهایی که از این آیات اعراض کردن خداوند انتقام گرفته ازشون راه ایمان رو بهشون نشون پس این کتاب با روح انسان سر و کار داره یک امواج روحی گویا در انسان وجود داره باید آیات کائنات و آیاتی که از این کائنات حرف میزنه با روح سر و کار داشته باشه تا بتونه اونها رو بفهمه یا داستانی باشه که این ارزش ها رو درش خلاصه بشه و کسانی که از کتاب خدا انحراف می کتاب خدا رو کنار میزنند یا به امام زمان دروغینشون میدن از اونها باد بر هزار بداره ورزا آیات قرآن درش تنوع بسیار زیاد وجود داره هم آیاتی راجع کائنات هم صحنه های از قیامت هم داستان ها هم عبرت ها، هم امثال هم تشریعات و قوانین ورزا کسی که این سال مطرح میکنه که چرا موضوع بندی نیست نگرش بسیار سطحیه نمیدونه که این کتاب کتاب هدایته و اگر یک داستان در مواضع متعدد ذکر بشه بر اینکه از زاویه معینی به اون نگاه کنه تا در اذهان مردم این ارزش ها پایدار بمونه و لیکن هر وقتی که داستان یا فکری یا موضوعی در قرآن تکرار میشه اونطور که ارز کردم از یک زاویه خاص بهش نگاه کرده میشه و ولذا گویا شما اونو نشنیدید با وجود که قابل تکراره اما هدفش ترب... تربیتیه و یکی از معانی ما... ما... مسانی هم استمرار و تجدده قرآن کریم درش این صفت وجود داره صفت استمرار صفت تجدید طلبی صفت جدود و ورزه قابل تکر... کلماتش قابل تکراره موضوعاتش قابل تکراره هر چقدر روش بیشتر فکر کنی معانی جدیدی ازش دریافت میکنی هر چقدر با کسرت مطالعات با کسرت تلاوتت کهنه نمیشه هر چقدر قرآن بیشتر بخونید افکار جدیدی ازش استنباط میکنی معانی جدیدی ازش استنباط بکنی قبلا نمیدونستید و این یک صفت ثابت در قرآن کریمه ولی آیاتش کهنه نمیشه آقا این امار هدار سال پیشه اینا اینا که حرفا رو میزنن قرآن نفهمیدن سراغش نرفتن توتیان یاد که دیگران سر کارشون گذاشتن آیاتش قابل فراموشی نیست قابل الغانی نیست قابل تعطیل نیست سخنش مستمره متجدده و نفس انسان سر کار داره هر چقدر قرآن بیشتر بخونید معانی جدیدی ازش در میارید هر چیزی دیگری شما زیاد بخونید ازش سیر میشید چه با, شک... با ساک منزجر بشید هر کتابی کتاب بشری معلفش هر چقدر بزرگ باشه دو بار سه بار بخونید سیر میشید ازش امکان نداره قرآن چونین باشه هر چقدر بیشتر بخونید شب و روز ازش ملول که نمیشید هیچی نفس تو شفا میده روح تو شفا میده فکر تو شفا میده معانی بیشتری ازش استنباط میکنی و درهای جدید برات باز میکنه ولزاد متجدده قابل الغا نیست کهنه شدنی نیست چیز دیگری که هست از معانی مسانی اینه که از یک واسه به واسه دیگه قابل تجدیده یعنی هر شرایط تازه ای که بیاد هر مشکل جدیدی که بیاد در بشر هر موضوع خاصی که بیاد یه آیه رو میبینید که اون موضوع رو شامل میشه هر خبری که شما بشنوید هر مشکلی که در دنیا پیش بیاد هم همه مسائل جدیدی که در دنیا پیش میاد بینید آیاتی از قرآن این حوادث جدید پوشونده به عنوان مثال والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا و, و, و ما لا تعلمون این آیه وقتی نازل میشه که مرکب های انسان سواری های انسان اسب چارپایه، شتر که اینا رو ما بر سواری شما خلق کردیم بر زینه و برای زینت و ما لا تعلمون این یخلق ما لا تعلمون هر چی که بعد از اون اختراع شده شاملش میشه از هواپیماها از کشتی ها از قاره پیماها از قطارهای بسیار سری از فضاپیماها، از بشقا ها و یا ما لا قابل تجدید متجدده هرچقدر روش بیشتر فکر کنید معانی جدیدی ازش کشف میکنید اما آخوندهای شیعه آخوندهای دروغین شیعه شیعه نما اومده کار کردن مردم رو از قرآن دور کردن نه نخونیدش که شما نا. نمیتونید بفهمیدش اون موقع تفسیر به رای میکنید با این حرف فریبنده شیعیان از قرآن دور کردن یا در آیی لشم سویم بغی لحن تدرک القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون خورشید به ماه نمیرسه ماه به خورشید نمیرسه شب به روز نمیرسه همه اینها در یک مداری در شنا در هستند بعضی از اهل علم میگن که این شرح است بر نظام کائنات از کوچکترین ذره گرفته تا کهکشان ها و کل فی فلک یسبحون همشون در مدار خود می‌چرخند. الان دانشمندان کشف کردند که در فضا طبقی وجود داره که امواج کهروتیسی رو به زمین باز میگردانه خداوند راجبه آسمان میگه و سما و ذات رجع آسمانو آسمانی که صدا رو بر میگردونه. دانشمندان امروز کشف کردند که هر سیاره ای در این کائنات مدار خاصی داره مسیر خاصی داره فلک خاصی داره و این مجموعش یا بیزوی یا دائری و وقتی که حرکت میکنه لابد به همه مکان اولش باید بازگرده این صفتی است که همه اجرام آسمانی درش شریکند. قرآن میفهم و سماع ذات الرجع. هر چقدر بیشتر رو قرآن فکر کنید معرفتت، شناختت، خداشناسیت، توحیدت، علمت بیشتر خواهد شد قرآن کهنه شدنی نیست محو شدنی نیست و همه مسائل جدید رو میپوشونه ولذا حضرت امام علی رضی الله تعالی عنوی که در قرآن کریم آیاتی هست که هنوز تفسیر نشده یعنی پیشرفت علم اونها رو تفسیر میکنه پس از معانی مسانی یعنی تکرار، تجدد، استمرار انتقال از یک حالت به حالت دیگر بعضی از احلیل میگند که الفاظ قرآن، مواعظ قرآن، داستانهای قرآن تکرار میشه همه اینها از این آیه و لقد آتینا سبع من المثانی گرفته میشه معنی دیگر از معانی از مسانی انسنای یا سنیه یعنی که هر آیه ای آیه دیگر رو توضیح میده گویا که مایل با آیه دیگری هست قرآن هم دیگر رو تفسیر میکنه همدیگه رو توضیح میده هم دیگر رو تقویت میکنه هم دیگر رو بیان میکنه استاد و استادمون شيخ امين الشنغيتي صاحب تفسير اضواء و خدا خدامن هم او را استادمون شيخ أتيه سالم رحمت کنه همه استادان ما كتابي دربنا بنام اضواء البيان يا اضوال بيان شرح قران و قرانه اين كتاب خدا مثلا وما خلقنا السماوات و وما بينهما والارض وما بينهما الا بالحق آسمان ها و زمین و مابینشون را جز به حق نیافریدیم تعریف حق چیه؟ از آیه دیگه مشخص میشه و ما خلق نسماها و و ما هم لاعبین ما آسمان و زمین رو به بازی نیافریدیم پس حق بازی نیست آیه دیگری بیشتر شهرش میده و ما خلقنا نسما و و ما بین باطل باطلا ما آسمان و زمین رو به باطل نیافریدیم پس حق باطل نیست باطلی چیز ضد حقی ذالک ظن الذین کفرو این گمان کافرانه گمان کافران اسلام سیتیز امروزی هم همینه فویل الذین کفرو من النار وای بر کافرانی که این کاری میکنه از آتش وای بر بر مسلمان نمایان رافضی که آیات قرآن دو سوم رو دادن به امام زمان دروغینی که در در چاه و یک سوم دیگر شو هم که باش بازی میکنن پس بنابراین آیه حق ضد باطله برکه باطل موقته باطل زائله باطل رفتنی است باطل شدنی است لعب و بازی این بدون هدفیه پس این دو آیه سه آیه هم دیگر رو تفسیر میکنه ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق و ربك خير وأبقى كشماتو كالا الدنيا كبين هدا از زوجها از ازواج قول هاي زين ديگه دنيا رو دايم نانقار من دازين ننگر ورزق پروردگارت بهتر و باقی من باغي شاید کسی ذهنش به این موضوع بره که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آشا و کلا چون این آرزو کنه که آنچه که اهل دنیا دارن اون هم داشته باشه لیکن این آیه آیه دیگری تفسیر میکنه در سوره هجر ولا تمدن عینه که الی ما متعنا بهی ازواجا منهم ولا تحزن علیهم آنچه که ما جفت هایی که به اونها داده ایم ننگر و برشون غصه نخور اینجا نشون میده که نه اون بر نه تم آرزو نمیکنه که مثل اونها باشه بلکه قصه اونها رو میخوره این آیه آیه قبلی رو تفسیر میکنه و مثال زدن در این مورد ها زیاده لیکن از صفات کتاب خدا من اینه که تکرار میشه هر آیه آیه دیگر رو تقویت میکنه توضیحش میده بیانش میکنه آمش رو خاص میکنه خاصش آم میکنه اگه قامیز باشه، توز... بیشتر توضیحش میده. هشتمین برداشت از این آیه، از, مس... از م... آ... المثانی و بعضی از مفسران میگند که قرآن کریم کسی که نگاش کنه انسانو رو دعوت به هم خدا میکنه یا اینکه خودت این کتاب بخونید ازش تمجید میکنی کسی این کتاب بخونه ازش تمجید میکنید کسی که این کتاب یاد بگیره کسی که این کتاب بفهمه کسی که این کتاب عمل کنه کسی که کتاب تلاوت کنه احکامش یاد بگیره به دیگران یاد بده خودش عمل کنه دیگران به عملش بهش دعوت کنه مورد هم دو سنای بین مردم قرار میگیره برکه اهل قرآن اهل الله هم و نهمین معنا اینه که قرآن کریم سنای بر خدا تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر مبارک از که ولایت از دست اوست ملک و ملکوت در دست اوست و او بر همه چی قادره این همون ولایتی است که غالیان سوپر مشرک امام تراش به امامان جعلی و زورکی خود داده تبارک اسم ربک ذل جلال, اس جلال و الاکرام در سوره رحمان میخونیم مبارکس مبارک از خداوند پروردگار دارای جلال و کرم و این کتاب خداوند را با صفات عظمای خودش با اسمای حسنای خودش هم دو میکنه هر چقدر این قرآن رو بخونید بیشتر به خدا آشنا میشید پس لقد آتینا که من المثانی یا تکراره خاطر اهداف تربوی از قرآتش سیر نمیشید این کتاب کهانه شدنی نیست معانیش قابل حصر نیست لو قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربه لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربه ولو جئنا بمثله ما دادا بقو اگر دریاها دوات می لو كان البحر مدادا لكلمات ربه لنفد البحر ان دریاها از شرح قرآن تمام مشود شد و هنوز معاني قرآن تمام نمی شد و مثل ان دریاها هم می اوجه تفسیر این کلمات همینه یعنی کل... کلمات انسان محدود شرع آیات قرآن حتی با نوشتن هفت اقیانوس هم تمام نمیشه در کلمات خداونده و خداوند فهم و درک این آیات و من شما نصیب کنه پس از معانی مسانی اینه که شما هر چقدر بیشتر بخونید بخونیدش بیشتر ازش برداشت میکنید معانیش کهنه نمیشه همه حوادث جدید رو فرا میگیره هر آیه آیه دیگه رو تقویت میکنه توضیحش میده هر کسی این کتاب رو بخونه یا رو بکنه یا تجویدش یاد بگیره یا اونو مردم یاد بده یا بهش عمل کنه خداوند ازش سنا و تعریف میکنه و در زبان مخلوقات هم سناشو جاری میکنه یا یعنی اینکه خداوند تعریفش میکنه و لقد آتینا که سبع من المثانی و از تفسیرهای متعدد این آیه اینطور که جمهور بر اینکه این صور فاتحه برکه هفت آیه داره بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه تا بالا دالین که آیه هفتمش بود و خلاصه قرآن به قول بعضی از اهل علم در فاتحه و خلاصه فاتحه در ایاکن کن عبدو و ایاکن استعینه که همه مشرکان به خصوص امام تراشان در ضد این آیه هستند در نماز این آیه را میخونند لیکن ابو جهل و ابو لهب از خامنهی و خمینی و سیستانی و همه مراجعشون آگاهتر بودند اونها ما معنی این آیه را میدونستند و نمیگفتند اینها نمیدونند و میگویند همین آیه را میخونند بعد از نماز میگند یا علی یا محمد کفیانی غیر خدا را صدا میزنند از خلاصه قرآن اینه که ای خدایا فقط و فقط تو را عبادت میکنیم و فقط و فقط از تو کمک میتلبیم یعنی کی یعنی از دیگران کمک نمی تلویم. نه از مرده ها نه از زنده ها همه،, همه, کار دست خودت هستی ولایت دست خودت خداوند توی انسان رو خلق کرده تا عبادتش کنی یا کن عبود در تایید این معنا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که الحمدلله یعنی سوره فاتحه ام القرآنه ام الكتابه و این در صحیح ابو داود هستش و بعضی از اهل میگن که سبب مصانی در قرآن که همطور که شد، عمرونه شه بشارت هاشه انذار هاشه امثال خبر هاشه لیکن بهترین تفسیر همینه که همه فاتحه خلاصه فاتحه یا کن عبدو یا کن استاین. و هر کدوم من شما مواظب باشیم وقتی که ایا ای کن عبد و ایا کن استعین در نماز میگیم دلمون به جای دیگه مشغول نباشه. و القرآن العظیم این واو واو عطف متغایرین نیست عطف دو چیز متغایر نیست بلکه عطف صفت بر موصوفه مثل اینکه حافظ علی الصلاوات و صلاة الوسطى بر نمازها و نماز عصر تفصلت كني ان بس اصفات و صفات و ولقد اعطيناك سبع من المثاني انجوريه ان القرآن كريم هسه ارجح از همي اقوالني قول الجمهور مست سوره فاتحه سبع من سب و مهم نقطه مهمی که اینجا وجود داره اینه که این آیه مرتبط به خلقت آسمان ها و زمین و ما بینشون همچنان که در آیه قبلی گفت مرتبط اینه که اینا به حق آفریده شده و قیامت آمدنی است و هیچ شک شبری درش نیست و ارتباط محکمی بین این قرآن و حق اصیل و حقیقت بزرگی که این کائنات برش بنا شده وجود داره و همچنین آمدن قیامت و این قرآن از عناصر مهم این حق که کاشف سنان خداوند دلها رو روشن میکنه دلها رو راهنمایی میکنه آیات قرآن رو در آفاق و در انفس روشن میکنه اسباب هدایت و زلال رو روشن میکنه سرانجام حق و باطل سرانجام خیر و شر سرانجام صلاح و گمراهی رو مشخص میکنه این قرآن از ماده اون حق و حقیقتی است که خدا من فرستاده بر انسان ها همچنان که کائنات و بر حق ایجاد کرده آسمان ها و زمین و بر حق ایجاد کرده این کتاب این چونین حقه نمامیسش قوانینش ثابته مرتبط به این قوانین هستی است یک امر عارض نیست یه چیز موقت نیست بلکه در راهنمایی زندگی چنان مهمه که کتاب راهنمای زندگی است اگر چه تکذیب کنندگان تکذیب کنند مستهزان استهزا کنند دو سوم قرآن رو به امام زمان دروغینشون بدن شیعیان و بد وقت و گمراه کنند به جای که قرآن بفهمند چون سین زن و خاک بر سرشون میکنند اینا همه اهل باطلند زائل والله قرآن كران بشاده شده سوره فاتحه بشاده شده مستمد از حقیقت بزرگی است متصل به حقیقت بزرگی این وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين